چه در هم و شکسته ای در این دو روز زندگی، چرا هم گسسته ای، چرا هم گسسته ای، چرا ای خالق آسمون نمیرسی به فریادمون، چرا ما همه ی آدم ها محبت رفته از یادمون. خب عزیزان، بازم یه سلام دیگه و ممنونم از شهبال شهبره عزیزم که محبت کرد، الانم خیلی عجله داشت که بره به یه جایی باعث میرسید. سرکار خانم مری به دنبال یک خانم میگردن که بتونن این خانم مری عزیز ما رو بتونن ببرن دکتر رو بیارن در اریای لس آنجلس، هستن 310 اریا کد. عزیزانی که میتونن بتونن هم مترجمی بکنن هم رانندگی بکنن که این سرکار خانم مری عزیز ما رو بتونن به دکتر ببرن، اگرم مخارجی باشه با کمال میل میدن. من شمارشون رو دارم، عزیزانی که میتونن حتما تماس بگیرن. جناب آقای حسین پورغلام به دنبال محمد طیب عبدالرحیم محمد حسینی، محمد طیب عبدالرحیم محمد حسینی که در شرکت نفت آبادان بودن، الان مثل که در دبی هستن. جناب آقای حسین پورغلام دنبالشون میگردن، خواهش میکنم تماس بگیریم. بازم ممنون از سرکار خانم رحمانی و آقای محمود عزیز برای فرستادن عکسای قشنگتون. ممنونم، خدمت مادر سلام بنده رو برسونیم. سرکار خانم پری جهانگیری به دنبال دخترشون خانم افسانه میگردن، الان مثل که 10 سال اومدن امریکا ازشون خبری نداره. اگر کسی از دختر خانم پری جهانگیری سرکار خانم افسانه اطلاع دارند، مامانشون دنبالشون میگرده. آقای خسرو ویزه از نروژ به دنبال دوستای قدیمیشون میگردن. عزیزانی که آقای خسرو ویزه رو میشناسن حتما تماس بگیر. جناب آقای مجید فرح کرد محله، آقای مجید فرح کرد محله به دنبال دخترشون، الان 4 ساله ازشون اطلاعی ندارن، در لندن هستن. سرکار خانم سارا فرح کرد محله میگردن. اگر کسی از سرکار خانم سارا فرح کرد محله اطلاعی دارن، پدرشون خیلی خیلی دلشون میخواد حتما با دخترشون صحبت بکنه و خیلی دلش تنگ شده. جناب آقای محمد رضا فلاح که محبت کردن، یه ایمیل با محبت هم برای من فرستادن، به دنبال آقای مسعود انوار میگردن. اگر کسی از جناب آقای مسعود انوار که فکر میکنن در امریکا باشه، 32 سال پیش اومدن امریکا و در نیروی دریایی با آقای محمد رضا فلاح با هم دیگه مثل که هم به اصطلاح هم دوره بودن، اگر کسی از جناب آقای مسعود انوار اطلاعی دارن، جناب آقای محمد رضا فلاح به دنبالشون میگردن. من اجازه بدین خطی رو بگیرم. فرخ حسن بفرمایید. ببخشید من تماس گرفتم، به من گفتین واسین، من دنبال یه دوستم میگردم که در میلان زندگی میکنه. خب اسم دوستتون چیه؟ مینو پادگانه. بله. شما سرکار خانمه؟ من روشنک هستم. خانم روشنک، از کجا زنگ میزنی؟ من از کالیفرنیا زنگ میزنم، والنات کریک. خیلی. سرکار خانم روشنک محبت کردن، از همین کالیفرنیا با ما تماس میگیرن، به دنبال سرکار خانم مینو پادگانه میگردن. چند وقت ازشون خبر نداری؟ من حدود 12 سال. الان 12 ساله که خانم مینو پادگانه، بله، خانم روشنک دنبالشون میگردن. اگر کسی از سرکار خانم مینو پادگانه اطلاع دارن، سرکار خانم روشنک در کالیفرنیا به دنبالشون میگردن. شما شماره تلفن برای ما گذاشتین؟ بله، من شماره تلفنم رو گذاشتم. به هر حال خیلی ممنون از زحمتایی که میکشین، امیدوارم که بتونم حتما این دوستامو پیدا کنم. انشالله. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. من همینطور موفق باشم. قربان شما. خدا. فرخ حسن بفرمایید. سلام آقای فرخ، من ویکتوریا مقصودی فامیلی من میگم بهتون. 2-3 ساله من الان دنبال آقای فرهاد راهنما هستم که ایشون در لس آنجلس هستن. یکی از دوستای خوبم هست.
به تلویزیون توجه نفرمایید. اوکی عزیزم، تلفن منم گذاشتم. خب. اگه ممکنه خیلی متشکر میشم از ایشون اطلاعی داشته باشم. خانم مقصودی، شما از کجا زنگ میزنید؟ من از سانتا مونیکا. سانتا مونیکا. سرکار خانم ویکتوریا مقصودی محبت کرده از همین سانتا مونیکا در لس آنجلس با ما تماس میگیرند، به دنبال جناب آقای فرهاد رهنما میگردند. اگر کسی از جناب آقای فرهاد رهنما اطلاعی دارن، سرکار خانم ویکتوریا مقصودی به دنبالشون میگردند. خیلی ممنونم آقای فرهاد، خیلی محبت کردین که زنگ زدید. خدا حافظ. فرخ حسن بفرمایید. الو. الو، سلام آقای فرخ، خسته نباشید. سلام جانم، حال شما خوبه؟ حال شما خوبه، خوب هستید؟ خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و همینطور آقا رضا پسر خوبتون که اسپانسر برنامه هستن. لطف میکنم، محبت میکنن، این برنامه رو اسپانسری میکنن. زنده باشید. امیدوارم که همیشه تو زندگیشون موفق باشن و مایه افتخار شما و ما باشن. قربونت برم، قربونت برم. آقا فرخ، شرمنده، من از آتن مزاحمتون میشم، از یونان. جانم. جوانه از آتن مزاحمتون میشم، یونان. جانم، جانم. آقا فرخ، من حقیقتاً یه مشکلی داریم اینجا. ما جزء انجمن بچه های ترک اعتیاد هستیم. متاسفانه یه مقدار مشکل داریم. به خاطر مشکلات مالی جا نداریم. نمیتونیم برای بچه ها رو جمع جور کنیم. یه جایی رو درست کنیم که بتونیم بچه ها جا داشته باشن. بتونن بالاخره برای اون یک هفته اولی که بخوان ترک اعتیادشون رها کنن یه جایی باشه. متاسفانه جا نداریم. اگه میشه لطف کنید کسایی که دوست دارم میتونن واقعا از ته دل به عنوان یه هموطن، به عنوان یه ایرانی کمک بکنن این جوانا دوباره زندگی گمشده خودشون رو پیدا کنن، پاکیشون رو پیدا کنن. ممنون میشم لطف کنید آقا فرخ. خب عزیزم، بخیر بده این محبت رو بکنه. اگر کسی از روی واقعا روی حس هموطنی، روی حس انسان دوستی، روی حس جوان مردیش دوست داره واقعا یه محبت بکنه، کمک بکنه توی راه ما رو یاری بکنه. من شما آقای من علی هستم از یونان مزاحمتون. بله، علی عزیز از یونان صداش شنیدین، میخواد کمک بکنه یه به اصطلاح برای اینایی که معتاد هستن. عزیزانی که در یونان هستن یا میتونن کمک به علی بکنن، شما شماره تلفن برای ما گذاشتین. بله بله آقا فرخ، شما رو گذاشتم، حتما تماس میگیرم. من با کمال میل تلفن‌ها رو رد و بدل میکنم. خیلی ممنون میشم آقا فرخ، دستتون در نکنه، محبت بکنین، متشکرم میشم. باشه، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. متاسفانه تلفن قطع شد. فرخ حسن بفرمایید. الو. سلام آقا فرخ. سلام جانم. حالت خوبه آقا فرخ؟ خوبم، مرسی. شما؟ علی هستم که آقا فرخ، برای خواهرم اون هفته تماس گرفتم باهاتون. خب علی جان، من باهات صحبت کردم تلفنی. بله بله. آره. جون دلم علی جان. دیگه خواستم آقا فرخ بودم که خانومیم که از انجلیس نمیدونم یا آمریکا بود که بهتون گفتم تماس من گرفت. بله. زنگم نزد به من. دیگه دکتر آقا فرخ خیلی تیرید، حالش خیلی بد بود، خواهرم بردمش دوباره دکتر. گفتن که حتما باید نه عملش کنین، یه عمل روش بشه، اگر نتش ماشم از دست میده. دیگه خیلی ناراحت شدم، گفتم خدایا جیر افتادم، ندارم، چی کار باید بکنم. هفته پیش علی اومد روی خط بر راجب خواهر 13 سالش که متاسفانه مبتلا به سرطانه صحبت کرد. یکی دوتا از عزیزان خب هم قول کمک دادن، امیدوارم که حتما